درود به بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، من مجید آژنگ در برنامه به سوی همیاری ملی جمهوری خواهان لایق و دموکرات ایران در امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه 99 برابر با 27 ژانویه 2001 در خدمت دوستان عزیز آقایان حشمت تبرزدی از ایران و آقای رضا اسماعیلی از هلند هست. اولین سوالی که من اینجا دارم در رابطه با تحولاتی که در ایران داره صورت میگیره و تحولاتی که در خارج از کشور صورت میگیره و هر دو در واقع داره به یک سمتی میره که بتونه این درود جدا از هم به یک نوعی به هم بپیوندد. من از آقای تبرزدی سوالم این هست که الان وضعیت این جبهه دموکراتیک شما در ایران، آیا این جبهه به ثبت رسیده و اگر به ثبت رسیده آیا امکان برگزاری یک میتینگ مسالمت آمیز در تهران و برای آشنایی با مردمی که در داخل هستند وجود دارد یا نه؟ به خاطر این سوال رو میکنم چون بیشتر شما در خارج از کشور شناخته شده هستید و کمتر میتونم بگم که در داخل به خاطر اینکه اونجا شدت سانسور بالاست و امکانات تبلیغاتی اساسا در اختیار نیروهایی که مخالف نظام یا غیر خودی حساب میشوند قرار داده نمیشه. میکروفون در اختیارتون آقای تبرزدی، خواهش میکنم. درود بر شما و درود بر همه بینندگان عزیز و محترم و سپاس از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. خب جبهه دموکراتیک ایران که ثبت نشده است برای اینکه اساساً در جمهوری اسلامی هیچ تشکلی که مخالف رژیم باشه، یعنی مخالف استبداد، مخالف فساد، مخالف سرکوب، مخالف سانسور و شکنجه در اصل، خب این رو که تایید نمی کنن. رژیم فقط احزاب و تشکل‌هایی رو تایید می کنه که اونا هم بیان تاییدش کنن. بنابراین پس ما به این معنا اصلا ثبت شده نیستیم و درخواستی هم ندادیم. پیشتر در 20-30 سال پیش ما اتحادیه اسلامی دانش آموختگان رو داشتیم که در وزارت کشور هم ثبت شده بود، ولی زمانی که مخالفت همون شروع شد از طریق آقای مرتضوی در دادگستری به اصطلاح قاضی معروف براش پرونده تشکیل شد. البته وزارت کشور کمیسیون ماده 10 زمان اصلاح طلب ها آقای تاجزاده پرونده رو ساختن، آقای مرتضوی هم تکمیلش کرد و بعدم فرستادن شعبه 26 دادگاه انقلاب و قاضی حداد پروانه اون اتحادیه رو ابطال کرد یک طرفه. تا منم در دادگاه نرفتم، در زندان بودم. بنابراین جبهه دموکراتیک ایران یک تشکیلاتی است که در واقع فعال به لحاظ قانونی، به لحاظ حقوق اساسی رسمیت داره، اما از دیدگاه جمهوری اسلامی رسمیت نداره. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که خوشبختانه در درون مرز به واسطه همین رسانه‌هایی که الان وجود داره، سوشیال مدیا و رسانه‌های آزاد، من فکر می‌کنم اکثریت مردم منو می‌شناسن و خوشحالم که شما می‌فرمایید در خارج کشور خیلی‌ها می‌شناسن. اون که من در داخل خبر دارم به این شکله، ولی از خارج زیاد اطلاع ندارم که شما می‌فرمایید که خوشبختانه می‌شناسن. بسیار خوشحالم که این رو میشنوم. به هر حال من آشناییم با شما برمیگرده فکر کنم به 20 خورده سال پیش و اون موقعی که آقای محمدی فکر کنم از طرف شما آمده بود در خارج از کشور و ارتباطی برقرار کرده بود اون موقع، اگر که خاطرتون باشه. البته میگم برمیگرد به اون خصوص زمانی که شما اون پیام دانشجو رو دادید بیرون و در حقیقت شما عاملی شدید که رفیق دوست رو به زندان انداختند، اگر که اشتباه نکنم، با اون اولین اختلاس رو در حقیقت پیام دانشجو افشا کرد. حالا باز برمیگردم به شما آقای تبرزدی. آقای اسماعیلی در هلند هستند و آقای اسماعیلی در رابطه با اتحادی که بین اخیراً صورت گرفته بین بیش از 20 تشکل مختلف و
سامانه همبستگی رو تشکیل دادند، نگاه آقای اسماعیلی خب به هر حال در خارج از کشور هستند ولی نگاه به سمت داخل هست. آقای اسماعیلی شما وضعیت این همبستگی رو اگر لطف کنید یک کمی توضیح بدید و بعد ببینیم که رابطه این با داخل چگونه میشه برقرار. خواهش میکنم. تشکر از شما جناب آژنگ، تشکر از دعوت شما، درود میفرستم به آقای تبرزدی مهمان گرانقدر شما و با درود به بینندگان عزیز این تلویزیون. ببینید جناب آژنگ، قبل از اینکه من شروع بکنم، همونجوری که حتما خودتون مطلع هستید، ما سالیان سال در اپوزیسیون ایران هر روزم این صدا شدیدتر میشه، افزونتر میشه و آن این است که اتحاد در عمل، چون ما در 42 سال پیش دیدیم اتحادهای نظری تقریبا امکان ناپذیره، اتحاد در عمل. ما کاری که کردیم، اومدیم، شما گفتید 20 تا، من تصحیحش میکنم، ما 13 تا جریان سیاسی هستیم که دموکراتیک، جبهه دموکراتیک ایران مال آقای تبرزدی هم یکی از این 13 تا جریان سیاسی است که ما به هم پیوستیم، اساس رو گذاشتیم. ما چه کار بکنیم که با هم اتحاد در عمل بکنیم؟ ما 5 تا اصل رو با هم صحبت کردیم که ما الان خدمت شما این 5 تا اصل رو میخونم، چون ما بحث دفعه پیشمونم داشتیم، میگم یک به صورت کوتاه هم به بحث دفعه پیش این تلویزیون من برمیگردم. ببینید آقای آژنگ، ما 5 تا اصل گذاشتیم: یک، براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران; دو، رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن; سه، جدایی دین از دین و ایدئولوژی تفکرات مطلق‌گرا از نهادهای حکومتی; 4، حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور; 5، سیستم سیاسی آینده کشور غیر متمرکز و شکل حکومت در مجلس مؤسسان توسط نمایندگان مردم که بر اساس بیانیه بین المجالس 1994 پاریس انتخاب شده اند در یک رفراندوم سراسری به تایید مردم ایران می باشد. حساس ما گذاشتیم روی این 5 اصل که در اصل اتحادی درست بکنیم. آقای آژنگ، اتحاد در عمل روی این مسئله، حالا ما این اتحاد در عمل بحثا خیلی زیاد شده توی اپوزیسیون، این اتحاد در عمل یعنی چی؟ برای اینکه ما این اتحاد در عمل رو دست و پا بهش بدیم، بگیم به چه شیوه این عمل میکنه، در عمل، در بیاب، در خیابان، اومدیم گفتیم هر گروه سیاسی پروژه ای اگر داره، این پروژه رو معرفی میکنه توی این سامانه همبستگی ملی ایرانیان و بر اساس اون میریم روی این پروژه کار میکنیم. ما الان تا الان چندین پروژه رو با هم شروع کردیم و به سرانجام رسوندیم. یکی از اونها که خودتونم در شرکت داشتید همایشی بود آقای آژنگ که بیش از 270 نفر در اون همایش شرکت کردن. ما شمعی روشن میکنیم و به عنوان پروژه ارائه دادیم و بر اساس اون دوباره این پروژه رو با هم عمل کردیم. یعنی ما در اصل در عمل دنبال یک ساختار دموکراتیک هستیم که با همین ساختار رو درست بکنیم. یک نکته کوچکی هم بزنم رو بحث قبلی که ما با هم داشتیم، شما اگر به این 5 تا اصل نگاه بکنید، ما هیچ جا راجب جمهوری، راجب سامانه پادشاهی، راجب چه دیدگاهی یک جریان سیاسی داره، راجب جهانبینی یک جریان سیاسی ما صحبت نمی کنیم. ما راجب 5 تا اصل صحبت کردیم که چطوری میتونیم جریانات سیاسی رو با هم همسو بکنیم و بر اساس این 5 تا اصل با هم همکاری در عمل بکنیم. یعنی اصلا و ابدا نهادها، احزاب مختلف دخالت به ایدئولوژی، به شیوه نگاه کردن جریانات دیگر توی این همبستگی نمی کنن. اساس ما چطوری میتونیم عملی کار بکنیم؟ بفهم. متشکرم آقای اسماعیلی. فقط یک من سوالی که اینجا برام مطرح میشه این که 5 اصلی که شما مطرح کردید، من فکر میکنم که در بند اولش کل وضعیت، مشکل اصلی تو بند اوله، بقیه بندهایی که شما برشمردید اینا همش برمیگرده به بعد از سرنگونی. یعنی شما زمانی میتونید جدایی دین رو
از سیاست یا از حکومت حاکم جدا کنید که این حکومت رو ازش عبور کرده باشه. شما زمانی میتونید اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بذارید وسط که این رژیم وجود نداشته باشه، یعنی اون تضمین هایی که شما الان میدید. بس بر سر این بند اول سرنگونی است. من حالا برمیگردم به آقای طبرزدی و این که این سوال اولی که من کردم جناب طبرزدی از این زاویه است که وقتی طبق قانون اساسی، به هر حال این قانون اساسی در فصل‌های مختلفش به خصوص در فصل سوم که حقوق شهروندی رو اونجا توضیح میده، من فکر نمی‌کنم اگر که این بند این رو بخونیم، من خودم شخصا باش هیچ مخالفتی ندارم. یعنی اونجا تمام این توضیحاتی که داده میشه، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی به هر حال، تمام این نوع آزادی‌هایی که اونجا مطرح میشه در این کشور هلند هم که من نشستم اونجا هم همون رو توضیح میده. منتها اینجا نهادهایی وجود داره برای اجرای این قانون اساسی و جلوگیری از تخلفش. در ایران هیچ نهادی وجود نداره. یعنی در واقع بحث اصلی برمیگرده به این که شما اگر در ایران نهادی نیست و بدون نهاد حرکت کردن به قول معروف بیمایه فتیر خواهد بود. ما در دنیای مجازی میتونیم رژیم رو سرنگون کنیم، در دنیای مجازی میتونیم حاکمیت‌های مختلف جمهوری و پادشاهی برگزار کنیم، ولی آنچه که ملموس و در عمل پیش خواهد آمد، این رو ما چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که بشه این رو در ایران با توجه به اینکه اجازه داده نمیشه که شما با مردم اونجا مستقیم در ارتباط باشید یا تجمعی داشته باشید. این رو خواهش میکنم از این زاویه مقدار و به خصوص رابطه‌ای که میتونه بین شما و خارج از کشور برگزار بشه. خواهش میکنم. خب در مورد رابطه الان یک بخشش رو جناب اسماعیلی به خوبی فرمودن. یعنی من تمام چیزهایی که ایشون فرمودن رو تایید میکنم، چه در بحث اون پنج اصل، چه در بحث مربوط به برنامه‌های اتحاد در عمل. دقیقاً نظرمون رو هم منطبقه و این نشون میده که به این معنا اصلا داخل خارجی نداره، همه یکی هستیم. خیلی راحت، خیلی زیبا افکار و اندیشه هامون و کنش هامون با هم کاملا همپوشانی داره و اینم شاهد روشن این ادعای من. اما در مورد نهادها که فرمودید، قانون اساسی اشاره کردید، نهاد خیلی وجود داره، نهادهای بسیار قدرتمندی هم هستن، ولی این نهادهای بسیار قدرتمند برای زیر پا گذاشتن همون قانون اساسیه. یعنی این قانون اساسی که شما دیگه ازش حرف میزنی، این یه چیز این کاریکاتوری، یعنی یه شکل کاریکاتوری داره، دماغش 2 متره، دهنش مثلا 0.5 سانتی. حالا چرا؟ برای اینکه تو همین قانون اساسی اصل ولایت مطلقه فقیه اومده. اصل ولایت مطلقه فقیه حاکم بر کل این قانون اساسی. نهادهای منتصب به ولی فقیه، نهادهای حکومتی در 42 سال گذشته همه تشکیل شدن، پا گرفتن، شک گرفتن که این قانون اساسی اگر اصول مترقی هم داشته باشه منسوخش کنن، و منسوخش کردن، تموم شده، رفته. یعنی الان ما برای اون قانون اساسی فقط باید یک کاری بکنیم و اونم اون که مجلس اعضا برگزار کنیم، برای اینکه مرده، تموم شده، زیر پا له شده، رفته. پس راجع به این قانون اساسی حرف نزنیم. اگر میخوایم حرف بزنیم راجع به این باید صحبت کنیم که پایه‌های جدیدی که ریخته میشه برای جامعه آینده، جامعه دموکراتیک آینده. ما از اون به انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم که این انقلاب دموکراتیک یه انقلاب اساسی انسانی فرهنگی است. زیر ساختهای فکری مردم ایران خوشبختانه در ایران تغییرات اساسی کرده. یعنی امروز دیگه مردم همه به این نتیجه رسیدن که اصلا آخوند نباید در سیاست بیاد، به این نتیجه رسیدن اساسا دین نباید در حکومت دخالت کنه، به این نتیجه رسیدن بسیاری از این ادعاهای دینی و مذهبی از پایه دروغ بوده یا بر پایه خرافاته یا اساسا معنا نداره. اینا چیزاییست که در 42 سال پیش ما بر خلافش اون دور عمل میکردیم و فکر میکردیم. امروز این آگاهی مثلا از طریق بانوان، شما نگاه کنید، جنبش بانوان جنبش قدرتمندیه در ایران، جنبش حقوق بشری، جنبش قدرتمندیه، جنبش دانشجویی، جنبش فرهنگیان، جنبش کارگران، جنبش اقوام هویت طلب. اینا چیزایی است که به شکل اساسی فرهنگی فلسفی شکل گرفته. شما الان با جوانای دانشجو صحبت میکنی، همه دارای فلسفه سیاسی هستند،
میدونن که اساسا حکومت دینی و مذهبی و توتالیتر رو مرکز گرا و نمیدونم حکومتی که متکی بر فرد باشه یک چیزی است که نتیجهش میشه 40 سال فقر و سلطه و سرکوب و بیکاری و درماندگی و ناامیدی. پس به لحاظ محتوایی، به لحاظ مضمونی، به لحاظ در واقع کانتکست و اون مضمون اساسی، بستر اساسی که در ایران شکل گرفته، این بستر مترقیه. تشکل‌ها مثل جبهه دموکراتیک ایران و سایر تشکل‌ها اینا تو مبارزه به وجود آمدن. یعنی مثلا وقتی که من در زندانم، اتحادیه ما رو آقای قاضی حداد که به خاطر کرونا مرد و خیلی ها رو زندان و انفرادی کرد، جمله خود من که 2-3 سال انفرادی به دست ایشون رفتم، من اون زمانی که منحل کرد، منو به خاطر تشکیل جبهه دموکراتیک ایران 10 سال حبس داد، یعنی پایگزار. خب نتیجه این که جبهه دموکراتیک ایران تو خیابون و تو کوچه و تو اعتصابات و توی نشریات و توی تظاهرات چک گرفته و اینا جریاناتی هستش که با مردم ارتباط دارن. اینجوری که حضرت عالی میفرمایید نیست. شما یه جوری دارید راجع به ایران صحبت میکنید انگار مثلا یه جزیره دور افتاده از دنیاست، سوت و کور و تاریک و چنه، چنین چیزی وجود نداره. بسیاری فعال سیاسی، فعال مدنی، فعال صنفی در درون کشور دارن که یه بخش هم جبهه دموکراتیک ایرانه. بسیار خوب آقای تبرزدی، من تایید میکنم صحبت های شما رو، ولی سوالی که اینجا برای من به عنوان این برنامه در حقیقت یا شنوندگانی که دارن میبینن، منم به هر حال نمایندگی میکنم بخشی رو که این سوال ها رو دارن مطرح میکنن، این که اگر که این امکان وجود داره که شما اون کارا رو انجام بدید، تأثیر این در تظاهرات های خیابانی و این شعارهایی که مردم در این حداقل در دی ماه گذشته و آبان ماه مطرح کردن، ما اثرش رو باید به هر حال ببینیم. ما هیچ شعاری من حداقلش خب به هر حال اگر بود که میامد بیرون، من از این زاویه میگم که اگر قرار باشه که بشه در ایران به این نوع فعالیت کرد، این فضا وجود داره، خب من برای خود من به شخص سوال مطرح میشه که من با نظرات شما کاملا موافقم، چرا من اینجام، چرا نتونم بیام ایران این فعالیت رو انجام بدم؟ اگر که این امکان هست، عملا اینجا ما داریم بی خود خودمون رو وقت داریم تلف میکنیم. نه خیر، نه نه نه، شما اینو لحاظ کنید که اینجا شما باید فعالیت کنید و زندان بری هزینه بدید. خب ما زندانشو یعنی... رفته بودیم، اون تو زندانی که مثلا من رفتم یا آقای اسماعیلی رفته بود، اون زندان زندانی بود که نه توش خبر از تلفن بود، نه خبر از نگردیم، نه خبر از مرخصی بود. بعد نگردیم به 40 سال پیش، واقعبین باشیم. نه الان طبیعی است که طبیعی الان الان ما یه مبارزه در درون ایران داریم، تازه هم شروع نشده، کم کم بیش از 2 دهه است که شروع شده. این همون 18 تیر 78، 18 تیر 78 وقتی که در واقع تشکل‌های مثل جبهه دموکراتیک ایران، جبهه متحد دانشجویی، حزب ملت ایران و در سایر تشکل‌ها اساساً اینها وقتی که میرن زیر تیغ و زیر ضرب شکنجه‌های توحید که خود من و دوستانم منوچهر محمدی، اکبر و دیگران بودن، فقط به دلیل نقش اونهاست در راه اندازی این گونه تظاهرات ها. وقتی که ماها سرکوب میشیم توی زندان ها هستیم، 88 به وجود میاد، جنبش سبز به وجود میاد، شعار مکبر دیکتاتور به وجود میاد، اینا همون شعارهایی که ما میخوایم. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردن مطرح میشه و بعد از اون خیزش 96، اینا پیوسته زنجیروار ازن جدا نیست، یک بستره. من تو بخش اول گفتم کانتکست و بستر مشترکی است که در درون اون فعالین سیاسی، مدنی، صنفی دائما در حال مبارزه. نخیر، رژیم اجازه نمیده. رژیم به شدت توتالیتر، سرکوبگره. ولی وقتی که شما مثلا تبرزدی رو میگیره به 10 سال 15 سال زندان محکوم میکنه، تبرزدی تو زندان هم مبارزه میکنه. بله درست میفرمایید. دهه 60 قتل عام زندانیان سیاسی بود. دهه 60 رژیم وحشی بود، دهه 60 فضا بسته بود، شرایط متفاوت بود، ولی خوشبختانه به مرور فعالین مدنی سیاسی و مبارزات دموکراتیک، مثلا یه بخش از مبارزات ما وسیله رسانه بوده، خود شما اشاره کردید، پیام دانشجو با تیراژ بیش از 400-500 هزار که در اون زمان اصلا بی‌نظیر بود، افشا کرد اختلاس ها رو، فساد ها رو، شکنجه ها رو، بستن. هویت خیش رو باز کردیم، بستن. ندای دانشجو رو باز کردیم، بستن. گزارش روز رو باز کردیم. تبرزدی، در تایید صحبتت من اول یه توضیح بدم که من فکر میکنم موضع افشاگری که در داخل ایران هست و توسط شما یا دوستان دیگه که برقال در دانشگاه و حوزه های برقال کارگری صورت میگیره، بسیار رادیکالتر از مایی که در خارج کشور هست. یعنی
هم در حوزه گفتمان ها هم در حوزه مسائلی که مطرح میشه. اساسا این نیست که در اونجا اتفاقی نمیفته، بس بر سر تشکیلات هست. یعنی تفاوتی که بین جمهوری اسلامی و زمان شاه وجود داره اینه که در زمان شاه فرد رو میزد و اجازه نمیداد که فرد تکون بخوره. اینجا این آزادی فردی رو میده ولی اجازه تشکل نمیده. همونطوری که در مصاحبه آقای شعله سعدی هم بود، ایشون یکی از مسائلی که فکر میکنم داره با خود شما متحد نمیشه، ترسش از همینه که آقا اگه من برم آقای تبرزدی رو با هم دیگه بشینیم میشه یه تشکل و میگیرن ما رو، ترتیبمون نمیده. یعنی بس بر سر اون اصلی که من مطرح کردم و اینکه اون سرنگونی چه جوری باید صورت بگیره. آقای اسماعیلی شما در این مورد لطفاً توضیح بدید که ببینیم این ارتباط که هستش همونطوری که آقای تبرزدی گفت، منتها ببینیم راه سرنگونیش کجاست. همونطوری که آقای تبرزدی گفت، ببینید مبارزات دهه 60 امتدادش بود دهه 70، امتدادش بود دهه 80، امتدادش بود دهه 90. اینا یه چیزایی به هم پیوسته است. تلاش مردم ایران توی درست کردن یک ساختار دموکراتیک. شما راجع به قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی صحبت کردید، حالا ما رو صحبت از آقای تبرزدی گفتن که بند ولایت فقیش، ما اصلا برگردیم به قانون اساسی زمان مشروطه، یک کپی بود از قانون اساسی بلژیک. وقتی شما ساختار دموکراتیک در کشور نداشته باشید، رضا شاه جمهوری خواه میشه شاهنشاه. میرسیم به محمد رضا شاهی که تحصیلات خودش رو توی سوئیس درست کرده، میرسه به یک نقطه‌ای که میگه کشور باید بشه تک حزبی. ساختار دموکراتیک باید داشته باشید. این جریانی که ما درست کردیم با هم برخورد بکنیم و توی عمل یک ساختار دموکراتیک درست بکنیم. اگر ساختار دموکراتیک درست بکنید، مثال براتون بزنم، خمینی رو آقای آژنگ، خمینی نوفل لوشاتو توی پاریس، خمینی نبود که سال 67 اسیران دست بسته رو بگیره اعدام بکنه. چرا خمینی میشه خمینی؟ به خاطر اینکه ساختار دموکراتیک ما در کشورمون نداریم. ما باید ساختار دموکراتیک در فرهنگ ساختار دموکراتیک در کشورمون درست بکنیم که این مسائل اتفاق نیفته. وگرنه چه جمهوری آقای آژنگ، چه سامانه پادشاهی، اگر ساختار دموکراتیک در کشور ساخته نشه، دوباره همین میشه که ما میبینیم. مثال براتون بزنم، شما همین الان توی آمریکا دیدیم حمله به کنگره، توی واشنگتن حمله به کنگره آمریکا. چرا در آمریکا کودتا نمیشه؟ چرا 72 میلیون ترامپ رای میاره، با این شدت و حدت حمله میکنن به کنگره ولی کودتا نمیشه؟ چون ساختار دموکراتیک وجود داره، چون فرد نمیتونه اینقدر بره جلو تا بشه خمینی، تا بشه محمد رضا شاه یا بشه رضا شاه. ایناست که ما باید روش کار بکنیم و اینا رو فقط میتونیم ما برسیم بهش اگر دست به دست هم بدیم و فرای ایدئولوژی، فرای جهانبینی با هم همکاری بکنیم و برسیم به یک ساختار دموکراتیک که اساس یک کشور سالم میتونه باشه برای فردای آینده ما. سپاس آیه اسماعیلی. من هم از اول بحث نهادها رو که مطرح کردم و آقای تبرزدی اشاره کرد، منتها نهادها به دو شکل هستند. یکی نهادهای که وابسته به حاکمیت هستند، یکی نهادهایی هستند که مستقلند. ما از اولین شاروده جمهوری اسلامی در بعد از 22 بهمن با تمام نهادهای مستقل درگیر شد و تمام نهادهای مستقل رو موازی‌کاری کرد. ما سندیکای کارگری داشتیم، شد سندیکای اسلامی کارگری. ما انجمن دانشجویی داشتیم، شد انجمن اسلامی دانشگاه. تمام حرکت‌هایی که صورت گرفت این نهادها رو کاملا کوبیدن. بعضی الان نهادی که به هر حال اون جبهه دموکراتیک یا سازمان‌هایی که در آن قرار دارند، به هر حال ما نمیتونیم توده‌های مردم رو به شکل مخفیانه سازماندهی کنیم. به خاطر این نمیتونیم، چون شرایطی نیست که به فرض کشور اشغال شده باشه. اگر کشور اشغال شده باشه، شما میتونید مردم رو مثل تو فلسطین، و میتونید مثلا توی نبرد الجزایر میتونید اون کار رو انجام بدید. ولی در ایرانی که فعلا مردم همه فضای باز رو دارن که فوش به حاکمیت بدن، ولی هیچ گونه امکانی که دور هم جمع بشن و بتونن یک موضوعی رو تا یک مرحله پیش ببرن وجود نداره. بحث من باز برمیگرده به من در صحبت‌های آقای تبرزدی که میشنوم و دنبال میکنم مسائلشون رو، خیلی جالبه که برای من ایشون بیشتر به تشکیلات بها میده تا فقط به مسئله فردی، در حالی که آقای شعله سعدی
مثلا تو آخرین بحثشون که مطرح میکنن که به مردم توصیه میکنن بفرمایید داخل خونه بشینید، نه پول آب بدید، نه پول برق بدید، نه مالیات بدید، نه فلان، در حالی که از اون طرف خودشون اعلام میکنن که 60% مردم زیر خط فقرن. همونطوری که خود آقای تبرزدی هم اشاره کرد توی اون برنامه، واقعا مردمی که نون ندارن آخه با چه جوری بیان به فرض بسن بشینن داخل خونه، از کجا غذا بیارن بخورن؟ و اون مسئله چیزی رو که آقای تبرزدی مطرح کرد و من خیلی جالب بود برام، و مسئله اون کمیته‌های در حقیقت صندوق کمک‌های مالی، صندوقی که بتونه به اعتصاب کنندگان، به درماندگان، به نیروهایی که احتیاج دارن کمک کنه. و من میخوام ببینم آقای تبرزدی تو این زمینه تا کجا پیش رفتند و آیا تا این مسئله رو، خب الان من خبر دارم به هر حال که در ایران قانون‌هایی هست و تشکلاتی هست اون تا به شکل خیریه که کمک‌هایی میکنن به آدم‌های بی‌وظاعت، ولی این بیشتر نقش یک مسکن رو داره، یه مقدار آرامش بده به اینا، ولی هیچ گونه ماهیگیری یادشون نمیده، بهشون ماهی میده که فعلا بخورن. آقای تبرزدی خواهش میکنم بفهمید. بله، این بحث به تا در عملی رو که دوستمون فرمودن، ما مدت هاست در ایران اصلا یک سازمانی، یک مجموعی داریم زیر همین عنوان اتحاد در عمل، یعنی از جبهه دموکراتیک ایران هست، از اتحاد دموکراسیان هست، از نیروهای صنفی نمایندگانشون از اسنی برم، از گروه های مختلف حقوق بشری، همه اونجا هستیم. و دقیقا بحث ما بر این بوده که ما بایستی که تشکیلات سازی کنیم، نیروها باید سازماندهی بشه و بر اساس همین صندوق تشکیل دادیم. صندوقی که ما تشکیل دادیم با وجود اینکه نیومدیم اعلام عمومی کنیم به خاطر خطراتی که وجود داره، شماره حساب ندادیم علنی به خاطر اینکه رژیم فوراً دست میذاره، اما به نسبتا موفق بوده، یعنی با وجود اینکه روش خیلی پروپاگاندا نکردیم ولی بسیار امیدوار کننده است. یعنی این به ما نشون داد به محض اینکه ما این صندوق رو علنی کنیم حمایت بسیار زیادی خواهد شد. و دقیقاً همونطور که شما فرمودید، در کار مبارزات دموکراتیک در داخل کشور نمیشه حرکت‌های مثلا بدون تشکیلات، بدون سازماندهی انجام داد. ما همین الان وقتی که مثلا جبهه دموکراتیک ایران در هفته گذشته با طرح به اصطلاح اون هشتک 42 سال اعدام از سوی اتحاد در عمل، جبهه دموکراتیک ایران بسیار فعال بود و در همین رابطه بود که ما مراسم 40 آقای زم رو سازماندهی شده در بیجدر رو شرکت کردیم. یعنی بدونی که رژیم متوجه بشه، ما اعلام کردیم پنجشنبه در حالی که روز چهارشنبه رفتیم و اونجا برنامه‌مون هم برگزار کردیم با قدرت. یعنی میدونی چجوریه، داخل کشور نیروی پیشرو، نیروی تشکیلاتی، چه تشکل‌های صنفی مثل کارون صنفی معلمان، مثل سندیکای کارگران افتپه، مثل سندیکای شرکت واحد، مثل جبهه ملی ایران، مثل نیروی سومی که الان خوشبختانه آقای شعله سعدی خودش تشکیل داده، نیروی سوم رو تشکیل دادن، نیروی خوبی هم دارن. اینا با هم یک نوع همکاری دارن، فعالیت مشترک دارن و آن چه که شما مورد نظرتون هست اینی که ما اگر بخواهیم این مسئله براندازی یا تغییر رژیم رو انجام بدیم به یک نیروی تشکیلاتی آلترناتیو نیاز داریم. آلترناتیو به عنوان نیروی جایگزینه، به عنوان نیروی است که مردم میتونن بهش تکیه کنن، بهش اعتماد کنن، به فراخوان‌هاش توجه کنن. امروز بشینید تو خونه، فردا بیاید میدون، نمیدونم امروز مالیات ندید، فردا تحریم انتصابات کنید. این میشه همون چیزی که از داریم مورد نظرتونه. و این کاری که جناب آقای اسماعیلی فرمودن بخشی از اون کار، یعنی این همبستگی، این در 13 تا تشکل که جبهه دموکراتیک ایران هم هست، اینا میشن بخشی از اون آلترناتیوه. لازمه اما کافی نیست، باید با هم دیگه صحبت کنیم، سایر شخصیت ها، سایر تشکل ها رو هم دعوت کنیم با این نگره که ما میخوام آلترناتیو تشکیل بدیم. آلترناتیو یعنی یک کنگره، یک شورا، یک مجلسی بیش از 70-80 تن عضو که همه نمایندگان همه جریانات باشن و در این حال از طولش درونش هم یک هیئت اجرایی یا دولت در بیاد، بتونه مراحل مبارزاتی رو پیش ببره، وگرنه مردم آمادن. من به شما عرض کنم الان این تشکل‌های مثل ماها رو رژیم میزنه، ولی خوشبختانه مردم توجیهن، یعنی به محضی که ما فرصت پیدا میکنیم یه ارتباط برقرار میکنیم، عضوگیری میکنیم. تشکل‌های دیگه هم همینطورن. پس بستر آماده است. خلأ مهمی که وجود دارد آن نیروی آلترناتیویه که باید با هم دیگه شکل بگیره. متشکرم آقای تبرزدی، بسیار نکته مهمی رو بهش انگوش گذاشتید و در حقیقت هیچ جنبشی بدون رهبری
به سرانجام نخواهد رسید، مگر اینکه به هر حال جنبش‌های مختلف صورت می‌گیره و جنبش‌ها هم یک هدف بیشتر ندارن. الان این جنبشی که الان را افتاده در واقع جنبشی است که هدف نهاییش سرنگونی این رژیم هست و نمی‌بایست انتظارم داشت که بنده حداقل به سمع خودم نه اجازه میدم به خودم و نمیتونم تعیین کنم که شما در داخل ایران چگونه مبارزه کنید. این وظیفه شماست و شما که آنجا هستین تعیین می‌کنید و من فقط میتونم اینجا بگم که وظیفه من این هست که اینقدر حمایت بکنم که نتونن به شما آسیب بزنن. یعنی این ور قضیه وظیفه پشت جبهه ماست و من فکر میکنم با آقای اسماعیلی هم سالهاست که در حقیقت در همین راستا عمل میکنیم و خیلی مهم هست این که ما نداریم این امکان رو که یعنی امکان رو باید به وجود بیاریم که رژیم نتونه از افرادی مثل شما عبور کنه و این عبور کردن از شماها، زدن شماها و اصلا اولا کاری میکنه که به مجردی که شما در داخل یک امکانی پیدا میکنید زمینه‌هایی رو فراهم میکنه که شما رو به خارج از کشور بفرسته و شما اینجا پناهنده بشید و بعد از مدتی دوباره برگردید سر به خانواده بزنید، کاری که عملا صورت گرفته و متاسفانه بخش عظیمی از نیروهایی که اینجا در رفت و آمد با ایران هستن یک نوعی چه بخوان چه نخوان یک جور حمایت میشه از حاکمیت به خاطر اینکه یک صنعت توریسمی که نداره در حقیقت توریست‌های وطنی این کار رو انجام میدن، دو از آنجایی که منافع اینها در خارج از کشور هست اینها ترسشون این هست که در داخل ایران درگیر بشن و یا مسئله براشون پیش بیاد، همینطوری که الان بسیاری از دو ملتی‌ها با انگیزه‌های سالم هم میرن در داخل که بتونن خدمتی بکنن ولی خب اونا هم دست خوندن رو و امکان این رو ازشون میگیرن که نتونن حرکتی انجام بدن. آقای اسماعیلی شما در پروژه بعدی که دارید و من فکر میکنم که با این پروژه هنوز ادامه داره، آقای پروژه اون نب اعدام که شما مطرح کردید آقای تبرزدی، این 42 سال اعدام همچنان این مسئله هستش، شما در این رابطه برنامه دارید آقای؟ ما صحبتهایی که میکنیم با هم سعی میکنیم فاصله خارج و داخل رو کمش بکنیم، برای این ارتباطات رو سعی میکنیم بیشتر و بیشتر بکنیم که هر پروژه‌ای در داخل هست ما در این خارج از کشور هم اونو اجرا بکنیم. بله جواب شما بله، ولی به یک نکته رو من بهش اضافه بکنم، چون ما دفعه پیش یک بحثی داشتیم و این بحث رفت به سمت اینکه ما جمهوری خواه نباید با هواداران سامانه پادشاهی همکاری بکنیم. جناب آرشان یک نکته رو من بگم، اگر شما برگردید به این پنج اصل ما نگاه بکنید، ما اتحاد در عمل و در اصل داریم پایه و اساس بهش میدیم. یک نکته خیلی ظریفی هم درش هست، آن هم اینه که یاد بگیریم با دیگرانی که مثل ما فکر نمی کنن بتونیم صحبت بکنیم، بتونیم دیالوگ بکنیم. آقای آژان این خیلی مهمه، چرا؟ ساختار دموکراتیکی که من راجبش صحبت میکنم ساختاریه که همدیگر رو تحمل بکنیم. کشور ایران یک کشور از نظر نگاه های ایدئولوژیک، نگاه های سیاسی یک کشور رنگین کمانه. ما بعد از رژیم جمهوری اسلامی باید کشوری داشته باشیم که دیگر همدیگر رو به خاطر عقیدمون نکشیم. این کاری فقط ما این کار میکنیم که تمرین بکنیم، این تمرین دموکراسیست که با هم آیا میتونیم ما در عمل کاری بکنیم در بر اساس پنج ماده، پنج از با هم بشینیم و با هم صحبت بکنیم. اختلاف نظر داریم، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه اختلاف نظر رو ارزش ببینیم تا تهدید. این خیلی مهمه. متشکرم آقای اسماعیلی. من یه توضیح هم بدم که آقای تبرزدی فکر کنم یادشون باشه این کاری که الان داره صورت میگیره 25 سال پیش در سال 1995 تحت عنوان کنفرانس ملی صورت گرفت در اشتوتگارت. اون موقع آقای تبرزدی هم در رابطه با همین آقای اکبر محمدی و منوچهر محمدی در ارتباط بودن. اگر یادتون باشه آقای تبرزدی که بعد آقای حسن ماسالی هم با شما در ارتباط بود، یادتون میاد؟ بله بله. برمیگرده به همون دوران. یعنی ما همون پنج اصل رو آقای ماسالی الان چطوره؟ حالا حالش خوبه. خب به هر حال ایشون دیگه خود سنش خب بالا رفته ولی حالش خوبه. من سلام شما رو میرسونم حتما. حتما خیلی وقت اطلاعی ازشون نداریم، حتما سلام برسونیم. بعد این داستان ما در اون 25 سال پیش این اقدام رو کردیم و جبهه
وسیعی صورت گرفت و خیلی از مشروطه خواها هم درش بودن. اینطوری نیست که این گام اول باشه، این پنج است، ولی باید بگردیم دنبال این که علتهایی که نمیذارن چیست و از کجا این مشکل پیدا میشه. ولی من حتما به این توصیه شما اصلا تو برنامه هست که ما ببینیم که حول این برنامه بذاریم در رابطه با مسئله جمهوری و مسئله مشروطه خواهی و اینکه چه نوع مشروطه‌ای مد نظر هست. به هر حال من به عنوان یک جمهوری خواه این برنامه رو دنبال میکنم و معتقدم هستم اگر قرار باشه که مشروطه هم پارلمانی باشه و پادشاه هم انتخابی باشه، من هیچ مشکلی ندارم بین جمهوری و پارلمان. هستش اینه که مردم در آرامش و رفاه صورت بگیره. این چیزی که در هلند ما داریم، هلند هم سلطنتی است ولی سلطنت هیچ دخالتی در امور کشورداری نداره. و همون موقع هم من فکر آقای آژان ساختار کشور باید یک ساختار، اصلا نمیتونید مقایسه بکنید بین اروپا و ایران، رو باید با همسایه‌هاش مقایسه کرد. ایران از بهترین و بزرگترین کشور حداقل منطقه بود که تجربه دو تا سه تا انقلاب رو داره، در حالی که تمام کشورهای همسایه ما همشون با کودتا آمده بودن روی کار. یعنی مناسباتی که در ایران هست کاملا متفاوت است با در عراق و سوریه و امثال هم. به هر حال من خیلی متشکرم از که دعوت رو پذیرفتید آقای تبرزدی، آقای اسماعیلی، و حتما در برنامه‌های آتی خدمت شما دوباره خواهیم بود تا بتونیم یک پل ارتباطی قرار بکنیم به هر حال با بخشی از بینندگان و شنوندگان شما. درود میفرستم به شما و تا دیداری دیگر.